بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب و احترام شهادت امام علی علیه السلام بود و امسال تلاقی شد با سیزده به در سالگرد شهادت شهدای باستان ایرانی و یه حکایتی شد که این طلاقی به شهادت رساندن امام ایرانیان امام شیعیان اولین امام شیعیان به دست فتنه یهود که به قولی وقتی حضرت ضربت میخورن میگن بگیرید آن پسر زن یهودی را و حادثه ای که یهودی ها با فتنه ای که میکنن توسط اولین زن جاسوس به قولی یهودی که تو دربار خشایارشا استر خدا لعنتش کنه انشالله عذابش بیشتر بشه در اون دنیا با حالا داستان طولانی داره مسالی داره سه روزی درخواست میکنن به خانه ایرانی ها حمله میکنن و گفته میشه از هفت هزار تا تا 500 هزار تا منابع مختلف از ایرانیان رو به قولی یهودیان قتل عام میکنن و هر کس در خانه ها بود به قولی کشته میشه از اون موقع به بعد این نحسی روز سیزده هم روی روی این روز از اینجا میاد و به قولی ایرانیان کسایی که تو دشت دمن رفته بودن نجات پیدا میکنن و اینها برای بزرگ داشته گرامی داشته شهدای وطن این روز همیشه گرامی می داشتن به صحرا بیابان میرفتن که نحسی این روز رو بدر کنن سیزده بدر و از اونجا مونده و البته دست نفوذ یهود تو تاریخ معاصرم به قول بیکار نشست و این روز به روز طبیعت تغییر داد روزی که مردم میرن آسیب میزنن به طبیعت و حالا میبینیم دیگه مثلا حالا یه بحث های فرهنگی هم پیش اومد که کاملا دست اون اسب تروای فرهنگی یکی از جنایت کارترین قوم های تاریخ این قومی که تمام تاریخ رو تعریف کرده پیامبران آریایی زرتشتی ابراهیمی به قول شاهنامه که زرتشت از نوادگان یا خود حضرت ابراهیمه حضرت ابراهیم آبراهام پرهام که عموش هم آذره توی به قولی تعریفی که قرآن کرده و به قولی تعریف کردن پیامبران زرتشتیاریایی گرفتن عرب و عجم رو جدا کردن استان یا اقلیم مکه رو که توی بیستون داروش کبیر اسمش اومده آیت الله از ما داریوش کبیر ازش اسم میبره به عنوان اقل اقلیم های ایرانی اینو جدا کردن عرب و عجم رو انداختن کرد و فارس و ترک و اینا رو انداختن الان میبینیم که به قولی مفهوم و معنای ترک هم عوض کردن بحث های تجزیه طلبی تو این شورش که تجزیه های کرد پیش قراولش بودن و از سادگی یه استفاده کردن در همین اواخر استفاده شد اتفاق افتاد دیدیم که تجزیه طلبا اینها همه رو به قول این, این فتنه اسرائیلی اتفاق افتاد مثل حالا مسائل خیلی در اینها داره مثل ارتباط داعش خراسان و کل قضیه داعش و و اینها که توی مسئله یهود که حالا البته خیلی هم اختر مثل مسئله جنگ های سلیبی مثل مسئله جنگ های جهانی دست این قوم سگیونیستی که حالا ما میگیم یهود منظورمون این, اق... این قوم به قول این اه... نخاله های یهوده و یعنی خب یهودم هم آدم های خدا پرسته اینا داره مثل فلسطینیا که قوم یهود حضرت موسان موندن بعدا به اسلام اه... گرویدن از اقوام واقعی به قولی حضرت موسان یا کلمی های خودمون بخشش آدمای آدم های شریف و اینا کلمی های امروز آدم های شریف و اینا داریم که با سگیونیستا اتفاقا مخالفن و بیشتر خاخام های یعنی اهل دین و اینها آدم های چیز یهودی مخالفن و البته یه چیزهایی غیر قابل انکار تعریف هایی که توی دینشون اینها انجام شده و ما رسم شده دستش همین امروز روز سیزه به در هشتک که زدن سعی در رقص و چیزهایی که کردن وسط خاک شیعه سعی کردن دو تا حالت رو جشن بگیرن خب یهودی از دیر و باز روز سیزه به در ایران رو جشن میگیرن روزه میگیرن هم تو تحریف ادیانشون به قولی مذهبی رو به اون سمت شیطانی کشوندن هم خود سکولارشون هم بارها گفتیم گوشه هامان رو به عنوان شیرینی در میارن وسط شنگار خونه میخورن شیرینی بخش میکنن بارها نشون دادیم جشن پورین میگیرن همین چند وقت پیش چند روز فاصله داره توی چیز اما خب توی سنت ایرانی ها این رو رسمه گرامی داشت مثل قضیه چهارشنبه سوری گرامی داشت ماجرای حالا چند تا چند تا از چند طرف میشه بهش نگاه کرد مثل گرامی داشت به قولی از آتش در اومدن سیاوش که اتفاقا یه ارتباطی هم با حضرت زرتوش حضرت ابراهیم یه تمثیلی از اون ماجرا هم هست معصومیت و پاک بودن و این صحبت ها چهارشنبه سوری رو دیدیم چه جوری تعریف کردن شده به قولی تیرو و, ترق و ارتباطی با آین و ما, ما نداره سیزه بده رو به نوعی خودشون جشن میگیرن عید میگیرن روز گرامی داشت در واقع روزی روز شهادت روز گرامی داشته روز نیایش بوده تو آینه گذشته روز روزی که به قولی خوشیاری تو به صحرا دشت و دمن میرفتن به همراه دشت و دمن و کوه و بیابون و کلوخ به کلوخ این سرزمین که واقعه تاریخی رو در خاطر داشتن این خاطر رو زنده نگه می داشتن از قوم وحشی و به قولی دشمنشون آگاه بودن بر دشمنشون این روز گرامی داشتن امروز تبدیلش کردن فقط به خاطر تلاقیش با شهادت امام شیعیان حضرت امیرالمؤمنین امام اول شیعیان ایران ایرانی که حالا توی پادکست های تمدن اینا ما راجع به قریش و کریش و کوروش و نوادگان اینا صحبت کردیم که در واقع اتفاقا عرب و عجم و اینا رو انداختن میگم پیامبرای یهودی کردن یه بخششون و خود بیانبرا رو بهشون به قولی تحریف کردن توی کتاباشون القاب زشت و ناپسندیده بهشون ارتباط دادن و القا کردن و این صحبت این کارا زیاد کردن و این این چیز رو امروز میبینیم دو تا اتفاق افتاده مثلا دست بهایی ها و یهودی های آنوسی در ایران که مثلا نفوزی هاشون امثال معیوس نادان قناری نشین و اینها امروز دومشون زده بیرون خیلی خیلی واضح و روشنه که کاری که بهاییت همیشه انجام داده ببین از چه حالت های استفاده میکردن مثلا پشت دستشویی ها فش نوشتن نهادینه کردن بی تربیتی و بی ادمی تو فضای ایرانی ها کسایی که دشمنیتشون با ما تاریخیه جنگمون جنگ تمدنیه هزاران سال دعوای تمدنی داریم چه قومی قومی که میخواد قوم برگزیده باشه و برای اینکه برگزیده باشه چون نمیتونه خودش رشد کنه میخواد دیگرون بیان پایین و فساد رو رواج میده تو همه نسل ها قوم ها اقوام و نجات های دیگه که خودش کمی بهتر از دیگرون باشه بگه من قوم برگزیدم این سیاستشونه و حالا تو بحث های یا به آخر زمانی و این رویه هم صحبتی داره که من حالا با اون کار ندارم توی پادکست های تاریخ تمدن خیلی خوب چند زمینه در حد وست هم بهشون رسیدم و بهشون بررسی کردیم و صحبت کردیم راجع به دروغ های تاریخی و این مسئله که انجام دادن استفاده هایی که از جهان غرب و شرق و شرق نزدیک و شرق قرب و شرق دور و هارتلند و اینا رو همه رو توضیح دادم اونجا بعد باز هم پیشنهاد میکنم اون پادکست ها رو حتما به همراه همه فلسفه در یک پادکست و همه تاریخ در این ویدیو این اسمش تو همین به فهرست تحلیل های جامعه هست حتما نگاه کنید متوجه ای این دشمنی دیرینه ما با قوم کثیف و نجس سیونیست بشید مثلا امروز میبینیم دیگه معیوس نادان تو چیز ترویج به بقولی توهین چرا چه دردی دارن با چه مشکلی دارن با ام امام علی ارتباط مثلا تمثیلگونه و شباهت های بزرگ آیت الله داریوش بزرگ و نوع خلافت حضرت علی اینا رو ما تو پادکست تاریخ تمدن توضیح دادیم و اونها رو ببینید متوجه میشید که این زدن اون سمبول اون معیار اون الگو اون مدل اون طریقت اون راه اون روش که راه در جهان یکیستان آن راستی راه سرات مستقیم که زال کتاب و لا ری فی خودن لل امام متقیان را زدن در طول تاریخ برای چه میفهمیم میفهمیم که چرا ایران ستیزان و هلنیست های یهود پسند اسکندر پرست حالا صحبت کردیم بازم میگم اونم نگاه کنید که با اسم ملیگرایی یهودی پرستی میکنن اسکندر پرستی میکنن اون باور اسکندر امروز نه اسکندر اصلی که از نوادگان سلما و هاست. اون صحبت کردیم این اسکندری ای که ساختن توی طول تاریخ این کارو میکنن و امروز انقدر واضحانه میان رقص و بزن برق روی خونه هزاران ایرانی به ما یه دست نفوذی داشتیم کار فرهنگی کرد گفتم شیر و اج... سی سیمرغ و هما و نمادهایی که آین توه تو تمدن توه رو بیخیال شدن رفتن چسبیدن و یوس یوسبلنگو یوس کردن نماد تو همون دست همون حالت روز سیزده بدری که فلسفه خودشو داره پشتوانه خودش داره رو اومدن کردن روز طبیعت اتفاقا روزی کردن علاوه فرهنگی که دست خودشونه همون جایی که پشت درای توالت و فش می نوشتن می اومدن تو طبیعت روی پارکا رو نهادینه کردن ایرانی ها فکر کن چه باور زرتشتی چه باور ایرانی چه باور ایرانی شیعه چه باور ایرانی زرتشتی روی چمن بشینی نداشتیم میرن روز طبیعت به طبیعت ضربه میزنن میرن توی جنگل درخت رو قطع میکنه آتیش روشن میکنه ای دو سه جوجه بخوره میره توی فلانجا مثلا این حالا اینکه که سالهای پیش امسال خدا رو شوی ایرانیا با این همه تبلیغات و حجمه که دشمنان ایران ستیز و ضد ایران این کردن خب خدا رو شکر، مثلا جایی که لاقل ما دیدیم پارسال محرمزون بود ولی همچنان مردم سیزده در گرفته بودن همه جا شلوغ بود جایی که ما ولی امسال اصلا برام عجیب بود من موندم گفتم خدایا دمشون گرم چه مردم با معرفتی هن. چه مردم فهیمیان هن. اصلا طرف شاید روزه هم نیست اصلا اعتقاد این هم نداره ولی حرمت نگه داشته دمشون گرم واقعا اینجا لذت بردم از ایرانی بودن خودم افتخار کردم به اینکه به قولی این مردمی داریم و آتاشقال همه جا هست البته همه جا آتاشقال هست حالا یه بخشی هم مسافره توی کوه و بیابون و اینا اصلا روزه نیست اصلا بی حرمتی هم نکرده که اتفاقا این روز سوگواری سیزه به در رفته یه جا لب نشسته ناری خورده نوش جونش کار چیزی نکرده اما اینها اومدن به برقص گرفتن به نام علی کشون از اطباع سلفی وهابی و ناسبی هن البته چون خود اهل سنت توهین به اهل بیت برابر کفر باش سب نبی و اولاد نبی اهل بیت من دارم بهتون میگم شما ویدیوهای این معیوس نادان توهین داره میکنه به قرآن به پیغمبر به صحابه به حضرت علی علیه السلام زیرنویس عربی کنه جهان اسلام بشناسن اینا دیگه هیچ شده من این سفرهایی که دور فلان میرن در امان نخواهند بود تو همون جزیره فلانم هم در امان نخواهند بود خود اهل سنت اینا رو ادب میکنن ولی این ناسبیات ها، وهابی های اینا یه ذره بحثشون فرق میکنه اینها مثلا تو اتبا دیدیم علی کشان اینها گرفته بودن حالا کلیپش در بود اینا چند روز اینا همش پروژه‌ای که داده شده بوده همزمانی اینها یعنی واقعا خیلی تابلو اینهاست کاری نداره که شما بیا کوروش کوروش کن اصلا امروز علی علی شیه شیه کن فردا یهو یه سر به زنگ و یهو عوض شو بیا چی رو تبلیغ کن بیا زن برقص تو روز 13 بدن حالا ما در گذشته میگفتیم آقا اینها از ماهیت و محتوا فلسفه ی این روز آگاه نیست از روی نفهمی کچفهمی، کمفهمی، کم فهمی کم فرهنگی بد فرهنگی بیاد شوری مثلا به طبیعت آسیب میزنه نمیدونم بطری و فلان و اینا رو تو طبیعت ول میکنن بعد همینا میان حالا ادعای محیط هم میکنن و اینا همه بهون است و امروز خیلی روز روزی بود که مثل شاید توی اون ساختار باوری فهمی عقلی تمدنی بشر این منطقه انسان این منطقه تو ذهنش نهادینه بود که ببین چه ارتباطی بین حفظ طبیعت حفظ جان به طبیعت پناه بردن و حفظ طبیعت و این چیزا چون کلا ایزدان توی چیزم که چیز میکنیم مثلا ایزده آناهیتا نمیدونم اسمش اگه اشتباه نکنم یادم رفته یه تحلیلی تفسیری از اوستا یه بار تو این کانال داشتیم که منظور اون ایزدی بود که فرشته ای بود که دریار شکاف یا مثلا ایزد باران ایزد فلان به این نوع تقدس میرسونه ارکان طبیعت رو حفظ طبیعت از این سو استفاده میکنه یهود میاد اینو میکنه روز طبیعت روز فلان بعد حمله اینجوری بهش میشه میگم سعی میکنن درش یه کاری کنن که این روز به عنوان یه روز جشن از نوع فراموشی نه جشن از نوع گرامی داشت به این طریق بره و حالا امروز خوب فهمیدیم امروز بهتر متوجه شدیم مثلا خیلی همون شاید میتونستیم میرفتیم اما برامون باز چیزی نداشت که اهمیت موضوع برای قابل لمس نبود که چرا این فهم نیتی یا قصد و هدف این کار برامون مشخص نکنیم و حواسمون نباشه دست نفوذ بخواد این کار رو انجام بده لحاظ فرهنگی هم اسم و قصد و نیتش رو عوض کنه بشه یه جشنی که مثلا مست کنی برقصی فلان یه چیزی بگم این وسط ببین نیمه شعبان هم تو بعضی کچه ها جوان ها مست بکنن ارکست می آوردن فلان می زدن ببین یه چیزی با قصد و نیتشون چیز نیست مغرزانه نیستا جوونی اثر که کم فهم میخواد شادیشو کنه فلان کنه نفهمیده قصد زر زدن اینا نداره اما جشن مرش رو گردن و رقصیدن تو این روز به نام برای توهین به حضرت علی و توهین به سنت و فرهنگ و تمدن و تاریخ ایرانی این فرق میکنه بحثشا یه چیزی که تو اسلام خیلی مهمه نیت شما مثلا میگه روزه میخوای بگیری روز اول ما رمزون نیت میکنی واسه و اینه گشنگی کشیدی بدون نیت که نمیشه که نماز میخونی میگی فلان انقدر نماز ف... مثلا فلان موقع رو میخونم قربت الله هدف قربت به نزدیک شدن به خدا نیت مهمه شما اگه یه کار خوبی میکنی نیت ریا باشه کارت خراب میشه برای همین نیت ها رو دارن عوض میکنن دیگه یعنی دست نفوذ این کار کرده دیگه تو چه تو زمینه ی همین چهارشنبه سوری که شما بری قرار بوده آقا بری تو طبیعت ببین ماهیتش اینه دیگه تمدنی بهش نگاه کنی یعنی توی آینی حتی پیش از اسلام که اتفاقا شباهت های زیادی دارن اینجا محل بحثم نیست اینه که شما برید تو طبیعت آقا فلانجا مثلا حواست بوده آقا اینجا فلان مشکلی واسه طبیعت داشته اینجا رو باید چیز کنی قناته اینجا فلان مشکل داره اینجا این در کل کنی و اتفاقا کمک کنی به طبیعت گل بکاری به بکاری فلان سبزه رو برید تو طبیعت رها کنی و مسئله حالا مثلا گره زدن و یه سری خلافتی که دست یهود وارد کرده توی قضیه یه بحثی هم با نجوم داره من با اونا شیش کدوم کاری ندارم و اما فقط این قابل لمس شدنش برای امروز ببین فکر کن اگر من این حرفا رو پار سال دو سال پیش سه سال پیش اینها رو بهت میگفتم میگفتی بابا چی هر دنبال زیر بغل ماری توهم توت داری نمیدونم کو فلانی کو کو فلان این حرفا چی الان الان بینی دیگه می بینی. تشکر میکنن از پسر زن یهودی بعد عرب نپرستن و عرب فلانن میگن که عرب فلان دیگه چطور اینا دارن لیست میزنن چرا اینا لیست میزنن کسی که باعث چی شده باعث کسی ش... چیزی شده که بعد از اون معاوی و یزید و فلان و حکومت های بنی امیه و حکومت عباسی و حکومت های فلان پدر ای... حتی علاوز تاریخ مشکل هایی که به ایران اومده باعثشون شده دیگه میبینی قابل فهمه بعد حالا امروز تو روز سیزده به در قومی تفکری از اون اثبات گم شده اون اثبات اساتیری یهود که یهودیت دینی معنوی روحانی چه میدونم حضرت موسی باور تسلیم در برابر خدا بودن و مصادره کرد و منحرف کرد و تحریف کرد سردار ایرانی تو امروز کجا تو دمشق به شهادت میرسونه کی کسی که هامان رو به دار کشید استر زن فلان فلان شده یه جاسوسه و با چیزای یهود باعث کشته شدن از 77 هزار تا 500 هزار تو زمانی که جمعیت کل 127 اگه اشتباه نکنم 127 استان ایران 800 هزار نفر بوده تقریبا هولوکاستی به مشابه هولوکاست قهطی بزرگ که انگلیسی ها سرمون آوردن به ها و انگلیسی ها به دست بهایی ها یعنی همین سکیونیست هایی که تو دست تو ماشین جنگی استعمار اسرائیل انگلیس نشسته بودن باعث شدن نیمی از جمعیت 20 میلیونی 10 میلیون نفر کشته شدن توی مملکت و این حالا داستان داره دیگه بعدش این ها، قوم خزر قدیم اینا صحبت کردم راجع به یعجوج و مجوج و اینا زلغنین اینا, اینا قوم خزر فلان که زمان جنگ های اسلام و روم و پرشی ها اینا اونا قصر در میرن و بعد توی سایر جا یه بخش مسلمون میشن یه بخشی مسیحی میشن یه بخشی یهودی میشن و اینها حالا خلاصه کار انجام میدن در طول تاریخ اینها میان میرن تو انتقال قدرت از انگلیس به آمریکا نقش داشتن میخواستم بیام تحلیل فیلم آپنهایمر رو واسهتون بذارم که راجب اون دانشمند یهودیه که میره تو آمریکا سازمان اتمی آمریکا رو به قولی مطالعات اتمی آمریکا رو پدر بمب اتم پدر بوم اتم دنیا بیام راجع اون اونجا براتون صحبت کنم دیدم چه جالب اینها توی انتقال قدرت توی آمریکا مثل و سوار شدن تو ماشین جنگی آمریکا و کارهایی که اینجا انجام میدن از ابتدا تأسیس اسرائیل فیک تقلبی توی سرزمین مقدس و حالا تو مسائلی که راجع به سرتن یا سومین معبد سلیمان و اینها داره چون اولیش کوروش دومیش یکی از خلفای چیز و سومیش حالا میخوان چیز کنن اینجا داستان داره خواستم اونجا یه جدا خیلی چیز اینا بعد دیدم که نه خود یه خورده دو, دو تا چهار تا کردم دیدم که شرایطش داغل آماده نیست مخاطبی که مشخص نیست مخاطب مشخصی نیست باقال این کار که حالا الان یه توضیح کوچیک که بهش بدم اونجا ببینید همون هم متوجه بشید قهرمانسازی از این یه مثال به مصداقش قهرمان سازی از یه یهودی که اومده بمب اتم به شما داده شما رو تو جنگ جهانی دوم نجات داده شما منظور آمریکایی پس شما مدیون ما ایدا و گیلت یا عذاب وجدانش مال این شده این عذاب وجدان گرفته شما خودتون رفتید روحی رو هیروشیما اینا انداختید و فلان و اینا بعدش هم مجازاتش کردید و فلان پس ای بده ای فلان و فلان شما به لابی ما نیاز دارید به همین روش اصلا بودن آمریکا تو این منطقه رو خب خیلی مشخصه دیگه و خلاص این اینه که تو هر کدوم یه اشاره ای داشتم خب خوب متوجه میشید این کار رو میکنن، فیلم میسازن، فلام میکنن، خیلی داستان های اینجوری دارن تو هر بخشی کسی که این همه خرج میکنن که فقط تو این زمان بیان مثلا بهت بگن که آقا قضیه بمب ما برای نجات شما ساختیم ای کاش دیالوگ دیالوگش جملهش اینه تو فیلم که میگه ای کاش میتونستم رو آلمان ها استفاده کنم تو زمانی که گیلد داره حالا من اون تحلیلش رو شاید یه موقع دیگه بکنم بیایم فیلم رو بفهمیم ولی چون یه تحلیل یه فیلم دیگه اینجا کردم و بعدا بهش متوجه شدم که این اولا خودش ترقیب به به قولی تشویق به رفتن به دیدن این فیلمه کار اشتباهی بوده به خاطر این حالا فعلا دارم داده تا میکنم اما اصل قضیه همینه این کارهای بزرگی کردن این همه کارها کردند یعنی یک کارهای انجام دادن که خب خیلی مشخصه دیگه و امروز ما اصل قضیهش رو تو اینجا داریم میبینیم میبینیم که ا اینها فیلم و داستان و قصه و اینا نبودا این هایی که و تنقبت نقاب زدن امام حسین رو بکشن این قوم به قولی این قوم لجوجه، میخوام خیلی معدب باشم امروز چون خیلی پشت پوتانس... گنجایش قابلیت اینو داره راجع به این مسئله حرف زدن که فشه خیلی بدی بدم مثلا میکنم از این کچیک هم به قول تو زبونم نیاد که به اون سب نرم این قوم شیطانیه که توی باورهای تمدنیش هم صاحب یه خدای خشکینه سایکو روانی قغدهی ساخته با ریش بزرگ بالای ابرها مسئله کشتی فلان و حضرت فلان این مسئله اینجوری ساخته ببین چقدر مستعد کسافت هست مثال نمونه شما تو کجای اسلام آموزه روایت قرآنتون مسئله سیب یا انگوری نداری که الان میان براش رب میخونن میان براش شعر میخونن میان تو جمع خانواده میگه چه خدایی که واسه یه سیب ما رو فلان کرد کجا داری تو تو باورای یهودی اینا ولی به تو خورنده که میان میگه خدا یه سیب بود دیگه یه دن فلان نمیخوای چیز کنی وقتی دست رو این باورهای اعتقادیت گذاشته یا مثلا مسئله های خیلی سخته و چیز که الان نمیخوام بهش اشاره کنم به تو خورونده چشم زخم تو سنگ فلان گذاشته که بدون که بدونی ای داره این کارو میکنی حالا بیا امروز بگو که نه این یه ایرانی ایران دوسته که با عربا فلان داره برای همین رفت میره از پسر زن یهودی ابن ملجم مرادی تشکر میکنه اگر دوست داره یک نفر خرد باشه یعنی خودش رو به خریت بزنه هم نمیتونه این تو زمینه یعنی اصلا بحث فهم و اشتباه اینا نیست بحث بیرون زدن ظاهر شدن اجنه است این یه بحث الان کاری باش ندارم فرم انسانی گرفتن اجنه است کاری باش ندارم میخوام یه چیزی بگم که لمس شدنی باشه این سخته رو بذاریم واسه یه وقت دیگه از ظاهر شدن بیرون اومدن از پشت پرده قوم نجسیه به نام اونایی که دنبال چیز با بهایی یا این چیزا هم اونا که اینها تو عرصه میدان اومدن وسطه دیگه تو خفا کار انجام نمیدن کارشون تربیت معلم و مربی مهد کودک اینا نیست که الان بره پشت پرده حالتا این کارا رو میکنن و اما یه بخش اومدن تو سنده که برن پشت پرده دانش آموزاتونو و, و موقعشون بزنن بچهاتونو و موقعشون رو بزنن براتون فیلم و کارتون و سریال و اینها به چیزهای خیلی عجیب قریب درست کنن نه 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 الان اومدن وسط دارن بازی میکنن تو رود داره غیر باستن میده داره ممه میچرخونه به امام ایرانی به اولین امام ایرانی دلیلی که شما طالبان نیستی دلیلی که تو دست های مغول عثمانی تو چنگال های تو آرواره های مغول عثمانی خورد نشدی به دلیل خورد نشدن در طول تاریخت دارن اهانت میکنن تشکر میکنن از کی؟ حتی اگه اون بخش زن پسر زن یهودی از اقوام خودشون یه کسی که تو اون قلعه خیبر پسر فلان و اینا به تو چیز داشت اینا خواهی فیلم ها رو هم میبینین تحریف میکنن فیلم میسازن برات اتراک میسازن که این نه خورده این قرآن میخوند این یه زنی ها دید عاشق زنه شد بعد اومد مثلا گفت برم با کشم فلان شم که زنه به هم برسه بعد یه عالم روای راجب قصاص خودش این صحبت ها. این اصلا کار میگم که خب توی باور عموم مردم بعضی چیزا هم سخته نمیتونی بیای صحبت کنی نمیتونی بیای بهش بگی اونی که برات قهرمان شده بود مثل فلان مجری تلویزیون که پیروز و یوس بلنگ و کرد تو پاچت آقا این اونی نیست که تو فکر میکنی نمیپذیره جامعه مایی که این همه سریح راجب مسائل خیلی سخت تو این چیز صحبت کردم الان اومدم سه تا مسئله رو همین الان گفتم گفتم چون مخاطبم مشخص نیست حالا شرایط چیز خودمو دارم فایده ای درش نمیبینم اینا نباید خودمو به قولی از بین ببرم واسه یه جنگ عزیز در عظیم تر وای به حال مسائل سخت در امروز سردار ایرانی تو ادراک کرده دیگه قتل تو نمیدونم فلان بابا اون سپایی اون مهم نیست اون فلانه 77 هزار نفر به قول یهودی ها هشتاد هزار نفر به قول تاریخ ها و به قول اهل علم مستقل 500 هزار نفر ایرانی کشته شده کتلت شدن خیانت به تاریخ تمدن آینت آینه زرتشتی تا اسلام اینش کار ندارم حالا به تمدن به اون سهم اون صحبت کردیم راجع به بدنه اجتماع جامعه پیکره زنده جامعه پیکره زنده تاریخیت خیانت به اون تشکر از دشمنت رقصیدن بر خونه کسی که باعث شده تو طالبان نشدی تو افغانستان نشدی تو ترکیه عثمانی فلا اینا نبلیدنت انگلیس نبلیدت عربا نبلیدنت این مفهوم عرب الان ها الان که جدا شده عرب و عجم جدا شده و اگر نه عرب گفتم یعنی بادی با نشین همین خود خودمونیم تو تفکرات اتفاقا ایرانی بریم نگاه کنی میبینی؟ نه دادش من اون هرودوت به مسابقه مسیقا میکولای اون موقع به پناهیت گرفته بود از, از یونان یونان فیکی که تو تاریخ درست کردن برای زدن داشت داد همون کاری که الان دارن میکنن اون موقع انجام شده بود و یعنی این مال خودمون بوده مال ما بوده اینجوری از ما گرفتن یکی از مهمترین اقلیم های ایرانی که توش کعبه داشت کعبه ای که ابراهیم ساخته بود پرهام ایرانی آریایی زرتوش ساخته بود در توش اولین خدای واحد به قولی اون ازت بگیرنده دیگه که میترایسم بیاد وسط حالا آتاشخالایی که در طول این همه زمان به صورت سری کار انجام میدادن از انجامن های انجمن انجامن حجتیه که الان ریخته بیرون الان داریم میبینیم بعضی دارن دفاع میکنن ازش بعضی ها میان میگن شما وشتا اون اونی که نیش فلام الان دارن رو میشن معروف ادمای معروف دارن اسم نمیبریم اینجا چون حالا من سعی میکنم با بعضی پادکست های نیو مقدار راجع به سری مسائل صحبت کنم که حتی بعضی از این تحلیلگران متوجه مسئله نمیشن میگم الان البته من تشکر میکنم رفقا بعضی از اینا من فهمیدم دیدم دارم میبینم اهمیت مثلا قضیه ایدئولوژی کسکتولوژی و آخر زمان شناسی تو تحلیل منطقه را متوجه شدن الان دارن خودشون مطالعه میکنن تو تحلیلشون هم میفهمم آفرین آفرین که مشترکم نیستن که به قول زور لج بازی کنن سر از در به قول حقا ببینن و ول کنه بگن نه من میدونم حقا میدونم کل این منطقه سر آخر آخر زمان شناسی به این شرایط رسیده ولی نه 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 دین و اینا رو ولش کن من فقط میخوام بیام ریال پولیتیکا اینا نه اینجوری نیستن بچه های به قول این خودمونن میفهمم دمشون گرم آفرین میگم خسته نباشه میگم بارک الله میگم یا مسئله فرهنگی اینا که میگم که مثلا نمیدونم بابا گیر دادیم فلان بشه کنسرت بشه اون بیاد این بیاد فلان میبینم بعضی ها باری داره و ما از من ازشون یاد میگرفتم من ازشون یاد میگیرم که آفریم اهمیت قضیه رو چقدر مهم میفهمن و جای شکر داره اینجا ها میگم این المان هایی هست که میفهمی طرف نفوذی نیست المان هایی هست که میفهمی می ارزه نه مثل فلان که مثلا بگه ایزد نشان ایزد نشان کنه اون علمان ها رو فراموش کردیم ندیدیم احساس نکردیم بد خورد تو کاسمون دیگه ولی اینها یه سر چیزا میگم دعوا سر سبک زندگی اینا این متوجه میشه دوست دشمن رو میشه شناخت به خاطر اینکه اون الگوها مدل ها المان ها نیت خیلی مهمه نیت ها رو بفهمی میفهمی حالا واقعا تو فقط به همین نگاه کن تو روز سیزده به در به در نحسی سیزده رو می به در میکردیم به آغوش دا... به دامان کوه و صحرا و دشت و دریا میرفتیم یعنی چی دشت کوه یعنی چی سنگ یه بحث علمی البته من میخوام از تمثیلی بهش نگاه کنم حافظه تاریخ یک سرزمین س... س... کلوخ به کلوخ سنگ به سنگ هاشون که یادشونه پناه می بردی؟ نیایش میکردی به درگاه خدای واحد طلب مغفرت میکردی برای گذشتگان و در و بقولی دعای در امام بودن و این صحبت ها میکردی سردار تو تو این روز دقیقا تو این روز میگوشن تو این روز برای امام اولت اصل امامت اصلا قرآنت قرآن ناطقت امامت دلیل ایران موندنت دلیل ایران موندنت فی یک لحظه فکر کن شما شیعه نبودی الان شیعه مفهوم الان از شیعه دواز امامی جعفری نبودی یک لحظه فکر کن نمیدونم جنگ چالوران نمیدونم عثمانی چنگیز فلان. همه, همه اینها رو فکر کن تو کدوم اینا میتونستی بمونی تو مسائل مختلف یا الان که الان که اشغال توسط جهان ویران خواها داریم میشیم دیگه الان داریم زیر استعمار جهان ویران خواها میشیم توسط همین دست همون دست فلان برای این جام مشروب به هم میزنن جام مشروب چی؟ همین ویسکی و ودکا و عرق و شراب این نه همین خودش حرف داره راجع به جمع ویران خواهی خارج بس اعتقادی به نام ایران شهری ملی گرایی ایران کوروش داریوش میگم مثل بعضی از این بچه هایی که هیتی میتی ادا در میاره قیمش خوشمزه است با قمه تو سر خودش میزنه حسین حسین میگه مسلم ابن عقیل تو فش میده دقیقا همون حالت همهش هم الگوی مدل یکیه ایران ایران میکنه یوس بلنگ میکنه تو پاچت حسین حسین میکنه مسلم ابن تو میزنه نمیدونم جنگ منطقه جنگ منطقه میکنه و اون بحث آخر زمان شناسی رو چیز میکنه فرهنگ فرهنگ میکنه میاد کتاب فلان رو نگاه میکنه این فداسی ما فیلم سریال اینا رو میبینی مدل همونه دیگه با فرم یا فرم علیه تو یا محتوا علیه تو فرم یعنی ظاهر مثلا مثلا توی سریال توی فیلم یعنی مثلا آرایشا لباسا تصویر برداری آهنگ بس زمینه نمیدونم فلان سبک فیلم سازی فلان محتوا یعنی اون داستانه اون معنی اون مفهوم فرق فرم تو شعر هر نگاه کنه اینه مثلا فرمش قالب شیه کلمات شیه آواز شیه سبک آ... آوای... چیزش شیه چه آرایه‌ای به کار برده فلان برده محتوا اون چیزی که حرفی که میخواد بزنه یا با فرم داره میزنه یا با محتوا یا با هر دو تازه از چی از کسی که از زمانی که با تحریف با محتوای دوم میزدت محتوای پس زمینت که خودت نفهمی جریانی که مثلا الان یه داستانی توی موسیقی رو برعکس میکردی فلان مثلا به اون حالت حالا یه چیزی داره یا عوض کردن های موسیقی توی تیونینگ سیستم یا دستگاه کوک همون بحث 450 سی که متقع عوض شد انقدر رو داره الان بازی میکنه شب روز شهادت امام عناهت عناهت کتاب ناطق تفکر تو کل کتاب لارای لارعی فی خود انلل متقین امام متقین اصل کارت حسین این میکنه داریم روایت جز حرامزاده دشمن به قولی بغز علی نداره و دعوا سر حلال زادگی, زادگی بارها گفتیم اون دی کد ای کود دی ای که بعضیا وارد شدن با این دست میخواستن به قولی ما را اسبت رو وارد بشن روی واقعیتی وارد شدن که از صحبت های همین گرای انقلابی و اسلامی و ایرانی و فلان و اینها مخصوصا اونایی که یه خود کم شناخته ترن راحت میشه ازشون فرد حرف برداشت برمی داشتن این تحلیلگرایی هم که کم شناخته بودن ساده انگار بودن مثلا حالا نگفتن یا فلان گفتن بذار بعض حرف بعض سخن به چرخ حرف به فلان بشه اب نداره نمیدونم فلان دیدیم نه دوز دوزده کسی که می دوزده, دوزده. از دوز بزنی شما دوزدی دزدی دزدیه این چون سبک زندگیه بعدا میزنه بیرون DNA ای این ای، آریایی یعنی سرزمین نجیب زادگان اصلا دعوا سر اون خانواده سر حلالزادگی حرامزادگی است و روایتت میاد یهو یعنی میبینی که جز حرامزاده دشمنه دشمن بغز علی و اهل بیت نداره جز حرامزاده و یه همی هم میبینی این آین جدیده ای که درست کردن مثلا ازدواج دایی با فلان خاله با فلان اه حرامزاده سازه این این فرقه زاله ای اسمشو نبر درود به شرف و درود برای شادی روح امیرکبیر کبیر بزرگ سلوات بفرسیم اللهم صل الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجم خدا رحمت کنه امیر کبیر بعد آره این دعوا یا حتی عوض کردن اون قضیه حج سیغه که به قولی دعایی که باعث میشه مثلا طرف همسرش به خودش حروم میشه یا مسئله طلاق ببین یه حرفی شنیدم از آقای آیت الله آیت الله یا حجت اسلام نمیدونم آقای انصاری همین شیخ که با لحجه خیلی قشنگی به قولی هر سال حرف میزنه که راجع به طلاق خیلی عجیب بود میگفتش که شاهد طلاق دو نفر عادله عادله یعنی گناه کبیره انجام نمیده و اصرار بر گناه صغیره هم نداره این باید باشه وگرنه یعنی طلاق سیغه طلاق باطله یعنی زنی که الان دارن طلاق میگیرن چقدر میشنوی کد ملی کارت ملی اونو گرفته بدون اجازه خودش رفته ثبت کرده شاهد نمیدونم اون فلان شاهد استخدام میکنه طلاقی که باطله طلاق میگیره میره دوباره ازدواج میکنه هر چی ازدواج رابطه دناشوی برقرار میکنه زناست بچه هر زاده میشه یعنی دعوا سر اینه تک تک کارهایی که دارن انجام میدن برای به وجود آوردن حرمزاده بیشتره چرا بیان امام شیعه که که حفظ کرده تمدن میگیم دعوا تمدنی آقا دعوا تمدنیه سرزمین نجیب زادگان به جوری بشه که بریزن ببین دو تا چیز الهاز اعتقادی دجال ظاهر پیدا میکنه تو آخر زمان یعجوج و معجوج باز میگردن ظاهر پیدا میکنن یعنی اگه مثلا اگه حوش مصنوعی بالا یه چیز چیزی ها خیلی صحبت چیزی داره مثال تمثیل اگر مثلا در جاله این فرم انسانی پیدا میکنه یه همچین حالتی اجنه و موجوداتی که در پوست انسانیان اینا هم خودش حالا یه حرفی من دیدم یه همین چیز ریستارد یه کلیپی ازش دیدم تا شارجا به این چیز رو حرف میزد و خیلی سخته که برام عجیب چیزه یعنی من فکر کنم بعضی از این کچه اهل علم علامت واردشن چون اینا میتونن گول بزنن و با این حرفا فریب بدن مثل اون ایزت نشان ایزت نشان اینجوری چیز کنن دیدی یه ده آدم های کمفم مخاطبه یکی مثل اونن دیگه حالا این فرمانشان اینا یه طرف یه کسی دست های پشت پرده روی پرده اومده رسمن داره کلیپ میسازه تو ایران پروداکت کالا تولید میکنه برای تبلیغ تا... کالاش میاد آهنگ فلان رو پخش میکنه تو ایران پولشو میگیره معروف میشه کنسرت میذاره فلان میذاره داخل ایران جریانی میاد صدا سیمات حالا یه داستان اون مسائلی که تو اون دو تا ویدیو قبلی خیلی با زبون حالا اینوریتر وریتر صحبت کردم چون این بچه ها میفهمن اینها اه... یه سفینه ای روش سوارن که حفظ میکنه باسه باقی باید واقعا متاسفانه یا سخشور خیلی ترسناک بود یه حرفای خیلی سنگینیه که باید طرف سطح سوادش یه جایی باشه بتونه بفهمه و نمیفهمه استهزاد میکنه حجبت میکنه نگاه آقل اندر صفی درت میندازه یه جاهل همون حالا حرفی که زمین این اتفاق میفت اینجا برای امامت آیکوبی کنن برای شهادت ایشون اصلا, اصلا فکر کن ایرانه پارسی زبون امروز شیعه حکومتا شیعه بافت جمعیتیه چقدر صحبت کردیم دارن عوض میکنن که شما یک سری پارک ها یک سری جایی ببینی ایرانی نیست توش امروز ولی از اطبا ریختن اونجا فرق شیعه، یا رو که عکس داره میگیره که داره ار... چیز میکنه دیگه تازه همین اتبار هم البته مسئله بازم اینجا بگم اون بچه شیعه ها یا اینا دارن واقعا آسیب میبینن تو این وسط خیلی حواستون به اونا باشه اینها اصلا اومدن این قضیه اونو بزنن ها اصلا دردشون اینه که چهار تا بچه شیعه اومده تو فلان ورزشگاه پرچم گرفته اصلا درده برای بچه شیعه اصلا چه شیعه داخل ایران چه شیعه اطرافشون تمدنی یکی این بسن تمدنی فکری حالا یه مسئله که صحبت کردیم بارا خب بافتت به هم بخوره اونها بیان تو بیان رو عرصه واقعی خیلی فیلم و عکس و اینا جمع کرده بودم چیز الان منتها اون قضیه سانسوری که گفتم یکی از دستم این وسط در بره ما ازونی ما خب سرشار از بقولی گناه اینا این سعی میکنم بکشم تصویر رو برای متوجه اینجوری بفهمیم به قولی فهممونم بیشتر میشه برای من بهتره که کسی که گوش میکنه بفهمه چی دارم میگم بهتر به قول رشد ذهنی ها داشته باشه از چند طرف ببینه توی عکس آدم خلاصه میشه اصلا عکس ممکنه اشتباه باشه خیلی ها توی ایران کورش، کوریش توی ایران کوروش تو ایران اهورایی زرتشتی ای زدان برات به بار بیاورن هر چه مقدس را خدا کنند بشه خدای اهریمن خدای اهورا خدای اهرمن دو کنن بعد آریانیس و ستا خدایی و اینها بیاد بره ارمنستان اولین کشور فلان روم شرقی اینا جدا رفت فلان چنگیز اینور ور فلان بمان اینا همه شو میگه مقا زور بازو و شمشیر و اینا نرسید فهم شعور و فلان اینا نبود تا همین هفتاد سال پیش میگفتن شابور اول خراجگزار روم بود الان برای چیه که ترقه میزنه تو بیستتون تو فکر میکنی این احمقیت نه بله تاریخ رو میخوان اب ببرن برای چیه که نمیذارن وزیر فلانت بفهمه مطالعه اسناد دست اول چقدر مهمه و عقلش توی سیمکارت توریست اجنبی و دستشویی باشه که طرف توی دستشویی خیلی عجیبه ببین دستشویی برای ایرانی عجیبه تو خارجی بارها مثال زدم آ مثل این آب دهن ادرار و مدفوش همین عین آب دهنی که با دستمال پاک میکنی پاک براش چون نجس و پاکی اینو ندارن که شما یه دوست دختر خارجی داشته یه دوست پسر خارجی داشته میفهمید اینو و چون تو فیلم دیدی نمیتونی بفهمی تو یه دستشویی میشینه که مدفوع میکنه میپاشه به خودش این شده دقدقه وزیری که مرتبط با مطالعه اسناد دست اول تاریخی کارت و فیلتر جاسوس ها شده دقدقه ای او اینها بی بی علا تصادفی نیست. هیچ آفرینش ببین یه تصادف بودن یه چیزی توی مسائلی آقا عجیبه تو کتاب اول دوم ابتدایی تو واکن صفحه اول تا آخرش خودت ببین اینا تصادفی نیست 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 من خیلی شکاکم ام... نمیتونم بازم چیز کنم بگم نه آقا تصادفی فلان نیست روی مسئل سخت میگیرم میگم بابا بالا یه چیز شده دیگه تو اومد نتایم قیبت نه فلان ولی نیست تصادفی نیست آقا نمیشه روز شهادت امیر المومنین که هر چی داری تاریخ دبانه ببین اینایی که هشت سال رفتن جنگیدن همین الان بازم هم داره میبینی حسین فهمیده ها، همت ها، باکری ها، ستار خان ها، باقر خان ها، رستم ها، وش ها تا مثلا ابراهیم هادی ها، ابراهیم همت ها، شهید شهدای به قولی که نفس رو بهشون بده کاریم تا شهدای مدافع حرم اینا همه سرمند یا علی یا زهرا یا حسین داشتن رفتن این کشور نگه داشتن دیگه یا <تصال> چیز اینا هم که نزدن ارتباطشون هم با اصل دین باستانی هم که قطع شده وقتی میگه داریوش کبیر اصلا نمیدونه داریوش چیه کیه که نمیفهمه آیت الله عظما داریوش کبیر یعنی چی اصلا میگه یه داریوش انگار داریوش مثلا با فتل شاه و فلان شاه یا به عنوان یه شاه میشناسته یه شاه تو این تاریخی که تو سر تا سر تاریخ شما چند تا بره داری که شاهد آدم از اولیاء الله هستن که دوره خوب تاریخیته مثلا ش... یه شاهی مثل سلجوق مثل شاه مثلا حالا دوره های متفاوتی که گذاشتن برات فکر میکنه اینه نمیفهمه که که حالا بگیم حالا نوشی یا داریوشم هم بازی چیزی ولی همون هم ننوشی که کی دیدی به مثلا یا نمیدونم رستم یا داریوش یا نمیدونم کورش. یا علی نوشته بود یا حسین یا زهرا نوشته بود پهلو تیر میخوردن هر چی داری داشتید الان با خان ستار خانه چرا آذربایجان رو نگه داشتن همین قضیه تخم ها اینا که الان پیش اومد پیش وری و فلان ها اینها ارباباشونن برای چیه دشمنی با علیه این که خطر کمونیسم و اینا رو فهمیدن و جنگیدن و فلانه یا با عثمانی هنفی های فلانه اینها به خاطر شیعه بودنشون بود دعوا تمدنیه تمدنیه مذهب تمدنیه برای چی بود امروز بیاد به نام عرب نمیپرسیم کی عربه داره بهش پول میده تو فلانجا نشسته عرب سوسمارخور عرارستانی ها میگم ها این عرب های زده عرب عرب واقعی که خود ایرانیه بهت بگم ها از نجادی تاریخی اینا نگاه کنیم خود خودمونیم اصلا نجات پرستی اتفاقا از جنبه من چوری که من تاریخ رو میبینم نجات پرست باشه که کلا اصلا همه توی چیزت قرار میگیرن اون چیز کار نداره ولی عربی که خانواده ای که عرب وابسته به یه خانواده یه خانواده فقط که هر کی باشه وصله وضعش خوبه تو عربستان تو سرزمین نجده به اقلیم مکه ای ایرانی با باقی همه بدبخت و بیچاره فقیرن شما خبر شما دوتا برج دیدی دو تا فوتبالیست دیدی خیال میکنی چه خبره این بهش پول میده جشن پوری من میاد تبریک میگه یارو اونجا تو فلان جزیره نشسته ببین حالا اون که خودش چیزه ولی اگرم نباشه میکشه دیگه مثلا وقتی زنت تو شرایطی که زنت برات چیز بوده فلان بوده و زنت مثلا با سیاها چیزه بعد مثلا بچت فلان بود مثلا این چیز داره اون چیز این مثلا نگم نگم اینو اون با فلان اون فلان باید با بزن اصل دعوای میاد سره غیرته دیگه تا آخرش باید اگر هم که هست البته اون حالا یه داستان خودش داره اتفاقا باید برن خانواده های اینها رو روشون تحقیق کنن اینا خانواده دارن تو ایران اینا خانواده دارن تو ایران یه سردار ایرانی تو تو این روز تو واقعه تاریخی که هزاران ایرانی کشته شد سالهای سال توی فرهنگت مردم از نحسی این روز به طبیعت پناه بردن یه سردار دیگه تو امروز تو دمشق یه خودش دمشق حالا آناتولیا اینها اونا یه حرف این ارتباط چیزش و ایناش هم کنه روم و فلان اینا سوریا اینا ولش میکشن فرهنگی که پناه بردن برای نیایش به طبیعت در امان بودن در امان بودن در طبیعت شده این که شما سیزده به درت بری سرپا دستشویی میکنه تو فلانجا تو بافتای روستایی رو چمن چیز میندازه میشینه رو چمن چوب درخت کباب آشغالا بمونه دربه بزنه به طبیعت روز طبیعت خیلی کم ولی امین کما است ای امان از این کما که صداشون خیلی زیاد مثلا امروز که من جاهایی که مثلا پارسال این دو سه سال من دارم دیگه بقیهشو نبودم فیلم دیدم دیگه این دو سه سال من اینجا بودم دیدم جاهایی که من میتونستم تناسب بگیرم پارسال همه نشه ما رمزون بود پارسال قشن یادم من رفتم مثلا میگفتم این نامرد فلان سیگار فلان اینا تو زنم امسال من اصلا نبود کسی هیچکی نبود ولی یه همی تو فلان کوچه یه نفر پنجره رو واگذاشت دو نفرن خودش و زن خ... چیزش با مثلا بچه فلان اینا پاهنگشون رو زیاد کردن به زمه رخش گرفتن که مثلا دارن عروسی نشون بوده امروز گور بابای همه گور بابای همه مردم گور بابای همسایه گور بابای اعتقاد تو گور بابای ایران تو گور بابای اسلام تو گور بابای همه چی فقط من اینجا برقصم به چیزم بخندم به ریش شماها 500 هزار آف هزار تا 500 هزار ایرانی که کشته شد به امام تو به چیز تو که فقط امروز رو برقصم به پشت حرف کی سعودی آشغال نشنال بگم عرب نمیپرستیم پشت تلویزیون عربا و بپرستم یه عربی از عربهای یهودی پسر قول مرادی ابن مجر مرادی که علی رو کشته به اون واسه اون برخصم تشویقش کنم فلان کنم انجلرم رو واقع کنم صداش هم همه رو آزار بدم مردم آزاری این حالا من یه ویدیوی همین راج همین صحبت کردم خیلی بی تربیتی و بی ادبی شد هرچی سانسورش کردم گفتم از دعوا سر فرهنگ سر ادبه باید نکنم بخش نکنم لب به کلام خیلی خوب نشون داده بودم و اینها هم بقالی با رفتاری که باید با اینا چه برخوردی داشته باشه باید یه جایی بسته یه جایی که نه چیز خودش اب نداره اینا شما باید همون برگردیم به بعضی از چیزهای قدیم تر که بعضیا به قولی طرف میگم یه پسیخور نباید یه وقتایی چیز بشه حالا اونا رو کاری ندارم باید چیز بشه باید باید یک فعل انفعالات اجتماعی هم صورت بگیره بدنه مردم و واقعا این مردم میگم این همه چیز کردن آدم میشناختم که مثلا اصلا این چیزها رو چیز نداشته ولی به احترام دیگرون این جسارت رو به خودش نداده یا خب کسی هم چیز نکرده خیلی زشته دیگه خیلی زشته بگید. یکی باباش مرده تو روز شهادت باباش اومدید همسایه بغلیشی روز مثلا سالگرد امواتش روشن کردی مثلا قیر میدی حرامزادگی حالا چیز داره ولی بهایی مشخص اینجوری معلوم میشه اینجوری میتونید دستشون رو پیدا کنید فتنه ها خیلی درش هست اینها مشخص میشن بعد یه نفر تو فکر میکنی همان یا توی یه محلی که سیزده هزار تا شیش هزار تا هشت هزار تا سیتیزن زنده دا... چه... چی شهروند داره ش... چیز داره ساکن داره ساکن داره آره مثلا شیش هزار ساکن داره مثلا چهار نفر پنج نفر نه صد نفر زیاد دیده میشن صداشون زیاد میشه سلیتن جیغدات میکنن پنجره رو وا میکنه زیاد میکنه بعد از اون خاموش میکنه دردش فقط امروزه بود چون بعد از آن مثلا دیگه روز شهادت نیست چیز نبود چند ساعت تو مخصوصا اگه مثلا صبح مثلا آقا نخواهی یا مثلا آقا میخواهی سر زور مثلا میخوای چرت بزنی نمیتونی والا همسایه‌های خودشون اونا تو 10 تا کوچه یه دونه میبینی یه نفر دیدی اینجوری 100 تا کوچه حالا یه نفر من شاید شانسی دیشا جای دیگه اصلا نبود سردارتم یکی از مهمترین چیزها که تو مسئله سوریه یه بار صحبت کردم و اهمیتش ولی من این حرفا رو گذاشتم اشاره میکنم بچه‌ای که تحلیل اگر منطقه اینا هستن چیز میکنن خدا رو که خوبم تریبون در صداشون هم میرسه نیازی دیگه به چیز من نیست میگن دیگه مسئله سوریه زده میشه سردارت زده میشه و دو تا چیز رو شما سرچ کنید نمیشه اینجا پخش یکی قربانی دادن به گاو قرمز به انگلیسی سرچ کنید دوم فارسی چجوری بگم یهدر فکر کنم همین دیگه مراسم قربانی هند آتش ای اینا توهمات و تخیلات و اینا نیست اینا هم سرش کنید خب دنیایی به شدت به قولی رفته میترا رفته ایستر یا ایشتار یا لیدی لیبرت بانو یا آزادی در برات مجسمه کرده از ادیان کهن قربانی دادن ها سیمبول ها، نماد های مختلف ها فلان و فلان اینا همه اینا داره استفاده میکنه الان تو میگی نه، هر نبیشتویی که اینا چیزه، فلانه آهوی غمگین نه، آه نه، این بذاره، نمون شعر جدا باشه دوباره تکرار میکنم، یک ساعت همین جمله رو تکرار کردم فقط و از زوایای مختلف بهش نگاه کردم همین یه جمله را همین ده ثانیه را تو روزی که تو روز گرامی داشت شهادت هزاران ایرانی که با دست نفوز اسمش رو کرد عوض کردن سبکش رو عوض کردن برای شهادت امام ایران پایکوبی کردن یک عرب یهودی رو لیسیدن تشکر کردن از اون قاتل حرامزاده از اون خدا لعنت کنه بر ابن ملجم و دوست داراش تا قیامت لعنت به حق فاطمه زهرا به دم مظلوم به خون گلوی علی از خدا از اینایی که از لج و قصد این کار کردن امروز ای خدا به حق فاطمه زهرا نه در این دنیا نه در اون دنیا نگذر به بلای سخت دوشارشون کن برای اینا اینا لیسیدن تو این روز یه سردارتم ترور شد اکانت های اسرائیلیم خب تموم شد حرف این بود الان هم اسرائیلی که جشن گرفتن از نتانیاهو نفتالی و فلان و اینها بمان اینا حرف کتت و فلان اینا هم آوردن از امروز و دارن از امثال معیوس نادان ها به قولی تشویق میکنن اونها رو میگن مثلا فلانی ما اینها از آیا یادت باشه یه جنگ تمدنیه تمام ایاره داخل و خارج دست نفوذ و دست دشمن بیرون و گرگ داخلی و تمساه و فلان و بیرونی و خارجی و فارسی زبون و اجنبی و اطبا و تاجیک و فلان و فارسی زبون های فلان و فرمون. اینا همه این یه جنگ تاریخی تمدنی چند هزار سال جنگ بوده تو فکر نکنی این مسئله ایدئولوژیک نیست اعتقادی نیست چند هزار سال نیست و الان دعوای آخونده با فلان بگذاریم نماز روزاتون قبول باشه بازم شهادت امیر المومنین امام علی علیه السلام رو تسلیت میگم اینشالله که نیای شادتون به درگاه الهی مقبول باشه و باز تو این دعا و تو همه دعاها و تو همه روزها برای خودم برای تو و برای همه مردم دنیا برای همه و همه و همه دعا میکنم خصوصا برای خودمون این بهترین دعای تاریخی تمدنی و تاریخ و اصل دعا رو میکنم که اللهم عجل ولی کلفرج و جهل نامن خیر اوان و انصار هممون از بهترین یاراش باشیم خصوصا ماها که یک تاریخ برای این قضیه هزینه دادیم با قولی که مفید باشیم و بشه اون روزا ببینیم که این جنگ تاریخی تمدنی به سر سرانجام و مورد نظر برسه شبتون بخیر عزت زیادی یا علی مدد.